من ژاله توکلی هستم. از 9 سالگی در دانمارک بودم تا 9 سالگی در ایران بودم. فوق لیسانس علوم اجتماعی رو دارم در از دانمارک، از دانشگاه راسکیلده. و در دانمارک من رو هم دانمارکی هم ایرانی ها بیشتر میشناسم به خاطر اینکه در دانمارک فعالیت همو میکنم و زندگی میکنم و بیشتر در واقع در مطبوعات دانمارکی فعالیت میکنم، یعنی اونجا مینویسم، به دانمارکی مینویسم. الان سعی میکنم یه خورده هم به انگلیسی خورده بین المللی تر فعالیت بکنم، ولی در دانمارک با سیاست مدارای دانمارک و مطبوعات دانمارک خیلی فعالیت داشتم. اول کارسیتون خیلی خوبه، مشکل نداره. مرسی. بعد ولی خب آدم استفاده نمیکنه، یادش میره به هر حال. بعد من وقتی که شروع کردم، فعالیتم رو شروع کردم در یه حزب چپ، در چپترین حزب در دانمارک فعالیت میکردم. بعد از طریق اونا نماینده شدم در شهرداری کوپنهاگ. اونجا 4 سال بودم، ولی بعد از 1 سال از حزب اومدم بیرون و مندیتم رو بهشون پس ندادم، خودم نشستم و خیلی ناراحت بودن از این. ولی به خاطر این بود که اینجا جمهوری اسلامی مسجد میخواست بسازه و اینا رأی داده بودم، من حتی رأی نم ندادم، اینقدر مثلا میخواستم سعی کنم که اونا رو راضی نگه دارم. رأی چی میگن؟ ابستین کردم فکر کنم، یادم نیست دقیقا. ممتنه. آره ممتنه بود. مطمئن، یعنی سعی کردم که اونا هم یه خورده یه جوری راضی بکنم، ولی واقعا همطور بیشتر و بیشتر میخواستم منو سانسور کنم. و من خب با اینکه خودم هم یه خود از اون فاز چپی اومده بودم بیرون، ولی بیشتر به خاطر اینکه میتونستم، یعنی هم سوسیالیستیمو از دست دادم، هم این که میدیدم که خب نه، اینا همش دارن دفاع میکنن از هم جمهوری اسلامی، هم مثلا واسه خودشون میگفتن که خب ما از کجا بدونیم این واقعا جمهوری اسلامی. میگفتم خب اینا همه مدرک هستش. آره میدونیم جمهوری اسلامی، ولی خب هر کس حق آزادی بیان داره در دامار. میگفتم چه ربطی داره، یه کشور دیگه اومده اینجا میخواد مسجد بسازه، اگه خب مسلمانای دانمارکی بودن که میخواستن مسجد بسازن یه چیز دیگه است، ولی وقتی یه کشور دیگه میخواد زیرزیرکی اینجا کار کنه، خب باید آدم بهشون اجازه نده به نظر من. و خب اینا هستن جاسوسی میکنن، مرا تهدید میکنن، همه این چیز هستش. ولی خب حزب من، یعنی حزب اون موقع من ازشون دفاع میکرد به خاطر همین و به خاطر خیلی چیزای دیگه، یعنی از کلا از اسلامیست ها دفاع میکردن. مثلا من از در یه جلسه بزرگ یه از این سلافی های آمریکایی بود، یا رو هم اتفاقا اومده بود تو دانمارک، یه جلسه بزرگ گذاشته بود. بعد من رفتم اونجا، میخواستن که من برم قسمت زنان بشنم، منم خب نمیخواستم این کارو بکنم، رفتم قسمت مردان نشستم. ما رو انداختم بیرون، کلی تهدیدمون کردن. اون موقع هم عضو اون حزب بودم، حتی قبل از جلسه اونی که دعوت کرده بود گفته بود نه بیاد ببینه چه جوری ما جلسه رو اداره میکنیم، هیچ تروریسمی یا هیچ مشکلی ما نخواهیم داشت و فلان و اینا. من رفتم اونجا، بعد پلیس مجبور شد بیاد من اونجا، از اونجا با ماشین پلیس ببره، اینقدر تهدید کردن ما رو اینا. بعد بازم حزب ما میگفتن که تو چرا رفتی مسلمان رو بد کردی، به من مثلا چیز میکردن، از من انتقاد داشتن که تو چرا رفتی اونجا مسلمونا رو بد کردی. خب من دیگه نمیتونستم همطور ادامه بدم تو اون حزب، از اون حزب اومدم بیرون. من خب بعد از اونم دیگه کمتر و کمتر راست شدم. البته من نه خودم راست میتونم بدونم نه چپ، بیشتر راست تا چپ راستش رو بگم. هستم امروز بیشتر کاپیتالیستم تا سوشیالیست. منم خیلی کاپیتالیست هستم. اریک توی لایف چت داره میپرسه شما مخالف ساخته شدن مسجد در دانمارک هستین؟ ساخته شد، الان هستش. آره بودم و هستم.
خب بعد چیز آزادی بیان و اینا چی پس؟ ببینید من مشکلم اینه که جمهوری اسلامی 50-60 میلیون کرون دانمارکی که میشه تقریبا 10 میلیون دلار آمریکایی پول میده که اینجا مردم رو مخشویی میکنه، خیلی از اینجا میفرسته قم درس میده. یه خانومی هست الان من باش تازه آشنا شدم در دانمارک، فرستادنش قم، بیچاره زیر 18 سالم بود، اونجا مجبور کردن با یه نفر ازدواج کنه. یعنی خیلی از این کارا رو جمهوری اسلامی میکنه و خب اینا همه غیر قانونیه و جمهوری اسلامی هم نمیاد بگه که ما این مسجد و چیز پولش رو دادیم، میگن که نه یه سری آدم هستن تو ایران این پولو دادن. ولی خب ما مدرک داشتیم که خود جمهوری اسلامی از دولت دانمارک این اجازه رو گرفته بود. اول خود جمهوری اسلامی میاد اجازه میگیره که ما این زمین رو بخریم، بعدن این اجازه رو میان خودشون میگیرن که نه ما اصلا اجازه نمیخوایم، میرن یه سازمان دانمارکی درست میکنن به اسم یه سازمان دانمارکی، میان اون زمین رو میخرن. بعد ولی خب باز هم اگه برید توی باز هم مدرک پیدا کردیم که سفیر اون زمان اومده پولش رو داده، یعنی هم یعنی زمین اونجا و ساختمون اونجا به اسم یه سفیر بود تا چند وقت پیش. همه اینا خب باز یعنی مدارک زیادی بود که این جمهوری اسلامیه، ولی خود جمهوری اسلامی نمی اومد بگه که ما هستیم، گفتن نه یه سری مسلمونی دانمارکی هستن، یه سری آدم شخصا از تو ایران پول گرفتن اومدن مسجد رو بسازن. و جمهوری اسلامی این کار رو تو همه کشورها میکنه، میاد مسجد میسازه، تو خیلی از کشورهای غربی مسجد ساخته و جاسوسی میکنه و مخشویی میکنه، میفرسته مردم رو قوم آخورد میکنه برمیگردونه. خب ما یه چیز بگم، ما خودمون ما جزئیات این کیس رو نمیدونم، ولی خب برام نمیتونم نظر بدم، ولی به طور خیلی کلی اگه بخوام بگم، اگه که خصوصی کاملا باشه بدون هیچ دولتی کار داشته باشه، هر کسی باید به نظر من هر کسی باید بتونه هر جا با پول خصوصی مسجد اگه بخواد بسازه، ولی خب اگه دولت دانمارک دولت ایران اگه کار اونا باشه، من فکر میکنم باید دولت و دین باید از هم کاملا جدا بشه و اگه پول اونا پول هیچ هر کدوم از این دولت ها اگه توی یعنی ثابت شده باشه که توی ساختن این مسجد رولی داشته، اون وقت من علیه این مسجد خواهم بود. ولی خب من الان نمیتونم نظر بدم چون من مدرک رو ندیدم، نمیدونم این کیس چی بود.